با سلام دوباره به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید، میثم عتیق هستم و شما بیننده بخش دوم مجموعه برنامه رویدادهای امروز دوشنبه 19 تیر 1402 برابر با 10 جولای 2023 هستید. نگاهی به سرخط مهمترین اخبار امروز. روزنامه گاردین در گزارش روز دوشنبه 19 خرداد خود نوشت که حداقل 60 دانشجو به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از تحصیل محروم شدند. بازنشستگان کشوری استان تهران طی فراخوانی اعلام کردند که روز سه‌شنبه 20 تیر ماه در برابر دفتر صندوق بازنشستگی در میدان فاطمی تهران تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. اما همزمان با گرمای طاقت فرسا در سیستان و بلوچستان و آغاز پدیده ریزگردها در تابستان، آب شرب زاهدان همچنان پس از گذشت چند روز قطع است. روز یکشنبه 18 تیر ماه مراسم تولد ساسان قربانی از جانباختگان انقلاب ژنجیان آزادی در رضوان شهر گیلان با حضور خانواده و دوستان بر مزار وی برگزار شد. اما واکنش جمهوری اسلامی به ثبت شکایت رسمی در دادگاه لاهه در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی، این چهار دولت غرض سیاسی دارند. جمهوری اسلامی پس از شکایت بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئد به دیوان بین‌المللی کیفری لاهه بابت سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه اعلام کرده که شاکیان در این پرونده اغراض سیاسی دارند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شده گفته که در حال بررسی شکوائیه و ادعاهای مطرح شده از سوی دولت‌های کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی است. البته سانحه در بیانیه جمهوری اسلامی اومده. حکومت اسلامی مدعی شده که پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، اقدامات لازم را در روشن شدن ابعاد مختلف سانحه با حسن نیت، شفافیت و جدیت کامل انجام داده. اما این در حالی هست که برگزاری دادگاه عاملان این حادثه در تهران از نظر خانواده های جانباختگان هیچ گونه وجاهت قانونی نداشته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این بیانیه همچنین گفته که غرامت 150 هزار دلاری برای قربانیان در نظر گرفته و به تعداد قابل توجهی از خانواده ها مبلغ مذکور پرداخته شده، اما نامی از هیچ کدوم از این خانواده ها نیاورده. در رابطه با این خبر و اساساً ثبت شکایت رسمی علیه جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه میخوایم صحبت کنیم و همین موضوع دعوت کردیم از محسن ابراهیمی، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. ممنون که با ما همراه شدید. محسن ابراهیمی، به عنوان اولین پرسش میخواستم این رو باهاتون در میون بذارم. حتما به واکنش جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت در بخش‌های بعدی، اما اساسا میخواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم که اهمیت و تأثیرات این ثبت شکایت در دادگاه لاهه علیه جمهوری اسلامی از نظر شما چه است؟ بله، به نظر من این فوق‌العاده مهمه، ببخشید، که جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی بر اساس شکایت خانواده های جانباختگان مورد تعقیب قرار بگیره، که این ماجرا داره به نظر میاد که به اون سمت میره. وقتی حکومت اسلامی را از کمیسیون به حقوق زنان بیرون انداختند، این یک پیشروی و یک موفقیت برای مردم ایران بود که با انقلابشون دارن اعلام میکنن که این حکومت ضد زنه و جاش در نهادهای بین‌المللی که به نحوی با حقوق زنان مربوطه نیست. خب اینم به عنوان دومین اتفاقیه که حکومت اسلامی رو در رابطه با یک جنایت بسیار دهشتناک داره میکشه به یکی از مهمترین مراجع بین المللی، یعنی دادگاه کیفری مستقل لاهه. خب این از نظر سیاسی از این نظرم مهمه که حکومت اسلامی فراتر از مواجهه با مردمی که انقلاب کردن علیهش در سطح بین المللی هم
در افکار عمومی جهانی، مخصوصا اگه این دادگاه برقرار بشه و نتایجش معلوم بشه، در افکار عمومی بین‌المللی هم جمهوری اسلامی به عنوان جنایتکار علیه بشریت محکوم میشه و فضای سیاسی کل جهان علیه حکومت تغییر پیدا میکنه. اینجا اینم بگم که اگر این دادگاه خوب پیش بره، نتایجش این است که جدا از ادعای دروغین حکومت اسلامی، باید خسارت بر اساس موازین بین‌المللی به خانواده‌های قربانیان پرداخت بشه، باید حکومت اسلامی رسما در جهان در مقابل مردم جهان از این اتفاق خودش داره اتفاق سانه از این جنایت عذرخواهی کنه و همچنین باید حکومت اسلامی مسئولین و مقاماتی که در این رابطه دخالت داشتن، نه یه سری اشباح رو یا یه سری دونپایه رو، مسئولین و مقاماتی که خانواده شکایت علیشون کردن، به طور شفاف محاکمه کنه. ما میدونیم که حکومت اسلامی هرگز مقامات خودش رو محاکمه نمیکنه، ولی همین درخواست فشار جهانی برای جمهوری اسلامیه که بیشتر در انظار عمومی این حکومت قطعا محاکمه نخواهد کرد، بیشتر محکوم بشه از نظر افکار عمومی جهانی. محسن ابراهیمی، خب بخشایی از بیانیه جمهوری اسلامی رو هم من اینجا قرائت کردم. جمهوری اسلامی به نظر میرسه طبق این بیانیه که صادر کرده کمی تدافعی تر صحبت کرده، هرچند که گفته به رسمیت نمیشناسه به نوعی این دادگاه رو. شما چطور ارزیابی میکنید این بیانیه‌ای که وزارت خارجه جمهوری اسلامی داده؟ خب اگر واقعا تو جهان مسابقات زیادی هست که بالاخره یکی در اون مسابقات برنده میشه، اگر مسابقه برای وقاحت، برای رزالت واقعا گذاشته بشه، قطعاً بی تردید حکومت اسلامی برنده چنین مسابقه میشه. حکومت اسلامی مثل همه موارد دیگه در رابطه با این جنایت از همون اول وقاحت نشون داد، از همون اول. برای مثال الان تو بیانیهشون اعلام کردن، همچنان که شما هم مطرح کردین، اعلام کردن که خب علت اصلی این سانحه رو دارن میگن. خود این نشانی از وقاحت جمهوری اسلامی، اعلام کرده بودن، به خانواده غرامت داده بودن، بعد دادگاه مستقل برگزار کرده اند که همه میدونن اون دادگاه ماجراش چی هست. 70% خانواده ها در حالت غرامت ببخشید 70% خانواده گفتن اصلا ما نمیخوایم غرامت بگیریم، ما این حکومت باید دادگاهی بشه در نهادهای جهانی. در مقابل اون دادگاه دیدیم که خانواده ها جمع شدن و پلیس، حکومت، نیروهای امنیتی چجوری با خانواده برخورد کردن. در اون دادگاه تعدادی از خانواده شرکت داشتن، مقامات اصلی حکومت اسلامی که خانواده ها رسما علی اونا شکایت کردن، از جمله فرمانده سپاه، از جمله وزیر خارجه، از جمله دبیر شورای امنیت ملی، در اون دادگاه معلومه که حاضر نبودن. حکومت اسلامی یک مضحکه دادگاهی تشکیل داد که تا خودش رو از زیر فشار خانواده های جانباختگان، اعتراض مردم و جامعه جهانی بیرون بکشه. میخوام بگم که و البته گفته که پیش دستی کرده، میگم بازم این نشونه وقاحت جمهوری اسلامی. حکومت اسلامی که دادگاه مستقل لاهه رو، دادگستری لاهه رو اصلا قبول نکرده برای اینکه دقیقا از این اتفاقات خودش رها کنه، 4 روز 5 روز پیش این بخشی از این دادگاه رو قبول کرد، به اصطلاح موازین این دادگاه، از جمله اینکه کانادا باید محدود، به اصطلاح مسئولیت در قبال دولت‌ها، دولت جمهوری اسلامی و اموال دولت جمهوری اسلامی در کانادا رو کنار بزنه، چون در کانادا یه قانونی الان گذروندن که اموال دولت حکومت اسلامی مسئولیت دیگه نداره. پیش دستی کرد تا مثلا یک جوری دوباره در صحنه جهانی دست بالا به اصطلاح داشته باشه، که البته نمیگیره. میخوام بگم که آره، واکنش جمهوری اسلامی همچنان که خودتون گفتین یه ترکیبی از وقاحت و البته یه جوری میشه گفت مظلوم نمایی، یه جوری حق به جانبی. همه ما میدونیم که حکومت اسلامی بعد از اون ماجرا اول انکار کرد، برای 3 روز تمام در مقابل دوربین های رسانه ها به مردم جهان دروغ گفت. همه میدونیم که به قربانیان، همه میدونیم که خانواده های جانباختگان رو حکومت اسلامی از همون موقع زیر فشار قرار داده. همه میدونیم که یک مضحکه تشکیل داد تا مقامات مسئول اصلی این جنایت رو در حقیقت کنار بذاره و
با یه دادگاه در مورد یه تعداد اشباح واقعا میشه گفت چون حتی چهرهاشون رو خانواده ندیدن، یک جوری خودش رو از این جنایتی که مرتکب شده و به نظر من بالاخره نهایتا در دادگاه بین المللی به عنوان حکومت اسلامی به خاطر این جنایت به عنوان جانی علی بشریت محکوم خواهد شد، میخواست تمام این به اصطلاح تلاشای حکومت اسلامی به خاطر این است که از این اتفاق از این جنایت خودش رو یه جوری رها کنه. محسن ابراهیمی اجازه بدید سری هم به شبکه‌های اجتماعی بزنیم و واکنش برخی از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی به بیانیه جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار بدیم. آرمین مرتب که از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی هست در واکنش به همین بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته از دروغ‌ها و کارشکنی‌ها و لاپوشانی‌ها و آزار و اذیت و شکنجه و دستگیری و سرکوب جمهوری اسلامی در پرونده هواپیمای اوکراینی که بگذاریم بر اساس اصل تضاد منافع که لازم رسیدگی مستقل پرونده قضایی است، قوه قضاییه جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. به عبارتی قاتل خود نمیتواند مسئول رسیدگی به جنایت خود باشد. این توییت آرمین مرتب در واقع اشاره داره به بخش‌هایی از بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که گفته در عین شفافیت و جدیت ما در تهران برای هواپیمای اوکراینی دادگاه برگزار کردیم. این را هم باید اضافه کنم البته که در چند روز گذشته که مسئله دادگاه لاهه و شکایت از جمهوری اسلامی به خاطر سرنگونی هواپیمای اوکراینی بسیار داغ بوده، در شبکه‌های اجتماعی حکومت اسلامی و سایبریاش بسیار تلاش کردند که این دادگاه صلاحیتش رو و افرادی که دستن در کار پیشبرد اون بودن و همینطور انجمن خانواده‌های پرواز PS752 رو زیر سوال ببره، از جمله و مسائلی که مطرح کرده و خانواده ها هم جواب دادن این بوده که گفته این خانواده ها دنبال غرامت هستن. خود خانواده ها بارها و بارها در شبکه های اجتماعی به اشکال مختلف این دروغ های جمهوری اسلامی رو بیپاسخ نذاشتن. اما برمیگردم به شما محسن ابراهیمی، بعد از این موفقیتی که الان به دست اومده در سطح بین المللی در رابطه با شکایت از جمهوری اسلامی، شما فکر میکنید ادامه این مسیر باید چه باشه؟ ایرانیان خارج کشور و احزاب سیاسی با در دست داشتن این تجربه‌ای که الان در لاهه به دست آوردیم فکر می‌کنین چه اقدامات دیگه‌ای رو در بلند مدت می‌تونن در دستور کار خودشون قرار بدن؟ من فقط می‌خوام اینو تأکید کنم که در خود جهان، در سطح نه فقط ایران بلکه در خود جهان هم این مبارزه و مقاومت بسیار شکوهمند و واقعا قابل احترام خانواده های پرواز 752 خانواده قربانیان بوده که به نظر من همین دولت ها رو حتی وادار کرده به اینجا رسونده که بالاخره بعد از 3.5 سال بیان پای شکایت علیه جمهوری اسلامی در دادگاه مثل دادگستری بین المللی لاهه. خب با این نکته میخوام تأکید کنم که همچنان این مقاومت و اعتراضات پرسر و صدا و مدام مردم در ایران و مشخصا اینجا در جهان در حمایت از خانواده قربانیان این جنایت هست که به نظر من باید ادامه پیدا کنه، مطلقا نباید کوتاه اومد، همچنان باید فشار جهانی، فشار اعتراضی رو به دولت‌ها آورد که این شکایت رو همچنان دنبال کنن. برای اینکه این مهمه، اگر این شکایت که الان آغاز شده و به نظر میرسه کسانی که بالاخره در موارد حقوقی در موازین حقوقی مربوط به دادگاه لاهه آشنا هستن، متخصصین رو من دنبال میکنم، متوجه میشم که خیلی امکان داره که به طور واقعی این شکایت بگیره و حکومت اسلامی یک روزی در چنین دادگاهی محاکمه بشه. خب من میخوام دوباره تأکید کنم که اعتراض زنده نگه داشتن اعتراض علیه این جنایت علیه حکومت اسلامی و این درخواست که رسما و علنا همه میدونیم، مردم ایران میدونن که
سران و مقامات بالا دست حکومت اسلامی عامل اصلی چنین جنایتی هستند و اونها باید محاکمه بشن. این همچنان باید در سطح جهان ادامه پیدا کنه و همه ما در حمایت از چنین اتفاقی باید همیشه فعال باشیم. درود بر شما محسن ابراهیمی، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. بینندگان گرامی، به پایان بخش دوم مجموع برنامه رویدادهای امروز دوشنبه رسیدیم. تا ساعتی دیگر در برنامه رویدادها با موضوع دیگر برمیگردیم به شما، اما تا اون موقع همچنان همراه ما باشید در تلویزیون کانال جدید.